بله، من اولم توضیح بدم که من امشب حالم اصلا خوب نیست، گفتم، ولی خب روحیم خوبه، جسمم مریضه، این هد بردم دیدم نودم، نمیتونم چون این بودا سرد اینجا، و خلاصه دیدم مجبورم هد بنده ببندم. این هد بنده اکثر دوستایی که مدت خونه ما پیش ما بوده من میشناسن، هد بنده میشناسن، سالیان سال همراه منه. وقتی که اینا اومدن سر کار، دنیا پیروز شد که این کار رو بکنه و این عمال و مزدورش سر کار بیاره. اولین کاری که کرد سران ارتش اعدام کرد. نوریزاده، همین نوریزاده کلام میشه، و تمام اینها در جریان این کارها بودند. نوریزاده وایستاد زمانی که سران ارتش اعدام کردند و چند تا افسر دیگه اعدام کرد، از ایران رفت، ماموریتش تموم شده بود. اینه که اسم براتون میرم دوستان، یه خورده بک‌گراند کنین، اونه که سنساشو یاد دونه که نیدن در جمع باشن. پایگزار خب بی بی سی بود تو این قضایا، و سری رادیو تو عراق بود، پایگزار بودند گروهایی که بودند جز اینها که دقیقا دستشون توی کاسه اونور بود و اینا ترکشون میکردن، چریکای فدای خلق، تجزیه طلبا، اکثریت، اقلیت، جامعه کمونیست، همه اینها که حالا خیلی هاشون هم ادعا میکنن که آقا اگه ما نبودیم برید فقط بمیرید. حالا براتون میگم، حالا ببینید هنوز کجای کار، این تازه اول قصه است، حالا اول قصه است، حالا ببینید چه اتفاقاتی میفته برای شما و چه چیزی هست. فردوس بود، قره‌باغی بود، گفتم خدمتتون، مسعود بهنود بود، شهید مداری کیهان بود، شمخانی بود، رب مخمل باف بود، سروش بود، پدر امیر هولازم بود، چمران بود. خدمت شما عرض کنم که بهشتی بود، مطهری بود، مفتح بود، منتظری بود، ائمه جمعه مال شیراز و مال یزد بودن همشون، خود خمینی بود، در جریان بود، قدس‌زاده بود، بنی صدر گفتم، محسن رضایی بود، رفیق دوست بود، خاتمی بود، همین که آقای رئیس جمهور به اصطلاح، میر حسین موسوی بود، رفسنجانی، همشون بودن، بنی صدر بود و خیلی های دیگه، ولی اینها جز ارکان بودند، اونایی بودند که پشت قصه بودند. یزدی بود، اون بقیه که تو زندان کردن، همه بودند در جریان بودند که باید اتفاق بیفته. اولی قدمی که برداشتند آمدن حکم اعدام صادر کردن و بالای اتاقی که خمینی توی مجلس رفاه زندگی می‌کرد اعدامشون کردن. اعدام کردن. یه شک به ارتش وارد شد. چون ارتش سلسله مراتب داره، وقتی امیرش اعدام میکنن، فرماندهش اعدام میکنن، بقیه میمونند. و بعد اومدند شروع کردن به قلب هم کردن ارتشی ها. همین روحانی که میبینید الان رئیس جمهوره آمد حقوق ارتشی ها رو قطع کرد، مخصوصا عمرها رو قطع کرد، گفت باید خیلی اینها بتونن نماز جمعه اعدامشون کنیم. خودش که الان بی خفت و ذلت افتاده، ناقانون تربیته، دیدن نمیشه ارتش گسترده از یه حرف هاست. آمدن برامیزی کردن که کودتای نوجره را بندازن. طراح خودشون بودند، کمیتش خودشون تشکیل دادن که همین آقای طباطبایی تو صحبته کرد گفت تامون رو باز کرد، یعنی خداوند چاکی دهنه باز کرد، مقشم بست حرفا رو بزنه که الان ببینید چه کار کرد این بشر. الان دنیا تمام نهادهای نمیدونم حقوق بشر، کوفت و زهربار، همه اینا در جریان کارا بودند که ارتش از بین بره، خفه خون گرفتند، لال شدند، برای چهار تا سگ و چهار تا اردک کنار دریا افتاده بودند فیلم تهیه میکردند. اما واسه یک ارتشی که به درد دنیا میخورد، به درد نظم نوین جهان میخورد، ژاندارم منطقه تا دریای هند بود که جرأت میکرد دزدی بخواد بکنه، راهسر دریایی باشه، حرفا باشه، ارتش شاهنشاه ساخته برای
کمک به تمام دنیا. کش ارتش شوخی نبود، بهترین افراد، بهترین آموزش ها، بهترین کشورها، بهترین دوره ها، بهترین تخصص ها و بهترین تجهیزات داشتند. تجهیزات در وقتی مفید واقع میشه که اون افرادش توانمند باشند. ارتش توانمند بود، تک تک اینها نخبه بودن در دنیا. زر پوشی بالا، قدرت یادگیری بالا و خیلی مسائل دیگه. آمدن خیلی از عمرای ارتش رو اعدام کردند، اما دیدن نه، ارتش گسترده‌تر از حرف هاست، ریشه دارتر از حرف هاست، و آمدن ترتیب کوتاه نوشه رو دادند. طراح خودشون، زده طرم خودشون، هاشم رفسنجانی از قبل برن شو و ببین چه کردید شما. تعداد خیلی زیادی از اینها رو وارد بازی کردند، حتی بعضیشون رو قبول نکرده بودن، گفتن آقا باید ببینیم چی میشه، باید ما فرماندهمون چی میگن، اما این کارا رو کردند و همینا رو گرفتن و سر ضرب هم اعدام کردند. یه عده‌شون هم به خاطر اینکه دیگه موج اعدام زیاد نشه فرستادن ترکیه خودشون و تو همین خیابون ترکیه با 50 تا 100 اینا رو کشتنشون، همونجا انداختنشون. اما فکر کن صورت مسئله پاک شد، نخیر، تازه الان شروع میشه. ننگ بر شما سازمان‌های بشری، حقوق بشری، سازمان ملل و امثال هم و آمریکا و انگلیس و امثال هم. ارتش چه کرد با شما؟ انگلیس غیر از این تو خدمت کرده بود، غیر از این از اون منجرا و اون گردا و اون باطلاقی برای خود شما نجاتتون داد؟ کشور عربی منطقه آیا بد بود که شاه جلو صدام رو گرفت که شما رو تجاوزتون تجاوزن جیگرتون در نیاره؟ دمونش دیدید در کویت چه کار کرد؟ اگر ترمز شاه نبود که شما رو تیکه تیکتون کرده همتون، بد کاری کرد. همیشه سزای خوبی بدیه، اما خودشون میبینند. حالا از گروه های از بنی صدر بیشرف که واقعا همه رقم بیشرفه، اول رئیس جمهور تو بودی دیگه، حالا میای از این روز انتقاد بکنی؟ چه کردی شما؟ صورت سرخاب سیگنال از کشم فرار کردی، رفتی با رجوی اعتراف کردی، پس تو خود سردسته خائن هستی. در تمام 40 سال با حکومت جمهوری کار کردی، هر جا منافعت بوده کار کردی، در پولشویی کار کردی، در جنایت کار کردی، در عادت دادن برای ترورها کار کردی. خود اینا همش در میاد آقای بنی صدر، چون تو یک آدم بلذات بدفت، اصلا من از نزدیک تو رو میشناسم، خائنی، یه آدم متوهم، از خود راضی، و حالا میخواد صورت مسئله رو پاک کنی. حالا فهمید که قضیه گنش در اومده، قضیه ارتش، که تو یکی از بانیانش بودی، یکی از اونه بودی که باسین کار شدی. آقای نوریزاده نمیتونی خودت پاک کنی، اینا همش به زودی زود در میاد و خیلی های دیگه که حالا اسم میارم، خیلی هاشون هم کشتن، اما نمیستن کب که میاد گزارش میده. یک شخص، این همین محمود صادقی فکرم طباطبایی، میاد این حرفا رو باز میکنه. یه نفر ظریف میاد پولشویی ها رو میگه، اصلا وقت داشت به پولشویی حرف میزد، اصلا گیج بود، حرفا رو زد، به قول حکومتی ها خنجر زد تو جیگر اینا، حقتونه. حالا به اینا رو به هم بچسبونیم، بیاییم به هم ربطشون بدیم. حالا که این مسئله باز شد، خانواده های ارتشی ها، بازمانده هاشون، اینا هستن. اگر خودش رفته بقیه هستند. مجامع بین المللی و شما افرادی که دست در کار بودی که زنده هستید و اونها هم که مردن یا کشته، نشون جمهوری اسلامی کشته، باید محاکمه بشند، باید در تاریخ ثبت بشه شما چه کردید، چه جنایتی کردید. شکایت اینها در دنیا یک زلزله و ولوله ایجاد میکنه، با مستند و مدرک، همش قشنگ مشخصه. اون آقایی که اون حرفا رو میزنه مستندی حرفا رو میزنه که حرف نمیزنه، که گفت ارتش اومده این کارش کرد، اون کارش کرد، بعد اومدن قلقم کردن تمام عمرای ارتش. باید کلیپ 100 بار گوش کنید و به تمام مردم ایران نشون بدید، دوستان عزیز، با موافق و مخالف نشون بدید، به چپ و راست، به مثبت و منفی نشون بدید. وظیفه ای ماست، باید نش پیدا. حالا ملت ایران تازه دوزارش داره میفته که چه بساطی بوده، چه برنامه بوده و دنبال چی بودند، چه کار کردند با ارتش.
چه کار کردن با ارتش؟ پاکسازی کردن، اعدام کردن، فرار دادن، کودتا درست کردن، توی عملیات جنگی خودشون حق خودمون رو زدن، هر کسی که تو ارتش یه خود جاست جون میگرفت ذلیل کردن، تمام ریختن کنار، فرمانده ارتش از سپاه گذاشتن. و این یک معجزه است که ارتش مونده. باز هم معجزه قانون کارلوس اشمون برای این روزها که ارتش اختیار دست خودش بگیره که خواهد گرفت به زودی زود. در دیوار تمام اون پادگان ها میگن جاوید شاه، تمام اون منابع و تمام اون اسلحه ها میگن جاوید شاه. روح این قضیه تو قصه است، شک نکن در این قصه. کسی که تو ارتش سربازی میکنه یا میره استخدام میشه یا دانشگاه افسر میشه، همه اینها خود به خود به اون طرف میرن، چون خاطره خوش، خاطره قدرت درست، امنیت، دلسوزی واسه ملت، دلسوزی کشور توشون هست، نه که این سپاه پاسداران ضد ملت نوکری کشور دیگه کردن با پول ملت. شکایت هایی که به زودی زود از سپاه خواهد شد و جرایتی که اینها کردند، تا پولشویی که دیگه یکی از باز این جرم هاست علیکی سامر قانون کاتسا شدند، گروه نایاک و تمام شما. اینجا خبر بهتون بدم، خبر خوش به ملت و خبر بد به شما ها. لیست تک تک شما از اول این دسیسه 57 اسمتون در اومده است، آماده است، تک تکتون، چون شما ها یک سری هستین که فرد، یکی از باند و گروه هست. شما هم فردی عمل کردید، هم باندی و گروه اعلام کردید، همه تون با هم محکومید، هر چی خوردید باید پس بدید و تا عمر دارید، تا زمانی که جنازتون رو از زندان ها بیرونید باید تو زندان ها بمونید. اینها واقعیت های محضی است که اتفاق میفته. آمدی ارتش رو نابود کردید، کشتید، ترور کردید، خانواده‌اش رو تحقیر کردید، ظلم و ستم کردید، خونه‌هاش از ایران دربدر کردن، اما هستند بچه‌های اینها، خانواده اینها که از شماها انتقام بگیرند، انتقام بر اساس اصول و قاعده درست، با مدرک و مستند در تمام دادگاه‌های دنیا و مجامع بین‌المللی، و ننگ بر روسیه، ننگ بر انگلیس که تموم شده است. روسیه هم خودش چیکار کرده؟ میخوام بدونم این فرانسه ای که این کارا رو کرد الان خودش این همه چرده کو دنبهش، مگه من نگفتم فرانسه به خاک سیاه میشونه میشینه که داره میشینه، انگلیس هم نشسته. شما بات ها کاش توفان ها درو کنید، اگه ارتش شاهنشاهی بود شما خودتون ضعیف بود، باید خودتون بالا میکشید، نه که اونو بکشید پایین. من میخوام بدونم در طول این 40 سال گذشته کدوم کشور احساس امنیت کرده، کدوم کشور احساس راحتی و آرامش کرده در ترورهایی که اینا کردن، آدرسایی که شما دادید، همین بنی صدر بی‌شرف، همین بنی صدر بی‌شرف، همین بنی صدر بی‌شرف و دور بریاش. تو حضرت از کجا آوردی؟ مجاهدین خلق و و و و همه شماها، زمینی که محکوم هستید، تمام شما در این دستها دست داشتید، در این جنازه دست داشتید، هماهنگ شده بودید و باید تاون پس بدید، پس هم خواهید داد. و مردم ما، ارتش ما، بازمانده ارتش ما، آسیب دیده های اجتماعی دهه 60 ها، دهه 50، دهه 60، دهه 70 ها، عمر و زندگیشون رو شما ازشون گرفتید، جوونیشون رو گرفتید، تمام اینا شما شکایت خواهند کرد و به اون جایی باید برسید که حقتون هست. شما کم ظلم و ستم کردید. تا پولشویی که ظریف گفته، تک تک آیت الله رو عظما، تک تک آخوندها، تک تک فرمانده سپاه، تک تک اعضای دولت، تمام اینها شریکند بدون برو برگرد. حداقل 20 سال حبس و حتی اکثر تا ابد با تو زندان ها بمونید. من محمدی راوی هستم، نقل قول میکنم حرفایی که خود مسئولین مملکت زدند. حکومت نادان ها، جاهل ها، پرروها، بیشرف ها، من نمیگم، احمد توکلی میگه، صفای فرانی میگه، کسی تو حکومت بودن، آقای روحانی تو تمام اینا دست داشتی. این خفت و ذلتی که میبینی این یه گوشه کوچیکی از اون قانون کهنه است که برگشته به سر شما.
و حالا باید تا اون پس بدید، زمین و زمان به هم برسه، جمعش بکنید دوستان، اینا به هیچ جا نخواهن رسید، چون پای و اساسی ندارن. پای تو منجلابه، تو کثافته، جواب نمیده، خشکشون میکنه. خدمت شما عرض کنم که خلاصه همون بحث معروف هست که پدر کشتر کی بود آشتی. دیگه نمیتونن باشون مرده داشتی کنن، هیچ وقت نمیتونن. ارتش به خصوص، نیرو هوایی، نیرو دریایی، نیرو زمینی، تمام اینها. و اولین کسی هم که نابوسی تو همافره بودن، کشتید، تهمت زدید، افترا زدید. اونها نمیدونستن یه شاه با نشسته دلش به تک تک ملت رو میتپه، قصه تک تک مردمش رو میخوره، اما نمیتونستن ببینن. و توسط شماها، عوامل شماها، مزدورهای خائن بالفطره آمدن و این برا سر کشور آوردن که در اثر خودتون داره میاد. روزا تموم میشه، روسیایی به شماها ننگهای تاریخ میمونه. در این جریانات کشور فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، کل اروپا، آلمان، آلمان اگر این وارد بازی ها نمی شد، توطئه نمی کرد، چون آلمان به ایران خیلی بدهکار بود، پولی بدهکار بود، چه سهام داره، چند شد سهام داره، چند تا ایران تو سهام داره، چند کارخانه بزرگ آلمان کرد، می جونه کروب آمد گوشا اینا رو پاک کنیم. آلمان میتونست در دنیا حرف اول توی صنعت بزنه، توی اقتصاد بزنه، اما رفت تو حاشیه ها و الان به جای اومده که لرزون هست، هر لحظه کنه سقوطش هست. البته ایتالیا که داره سقوط میکنه، سقوط کرده است، اسپانیا سقوط میکنه، یونان و افسار روم، اروپا و انگلیس هم تموم شده است، فقط به فقط مونده آلمان. اون هم اگر تغییر روی نده، این آتشی از فرانسه شروع شده در آلمان روی خاک سراش خاموش خواهد شد. یکی از دوستان میگفتش که ما میریم آخوندها میرن چیز میکنن، تغییر قیافه میدن. دارم به تک تکتون میگم، از تمام گروه نایاکی بی شرف گرفته تا جبهه ملی، تا این ور، تا مصدقی ها، تا همه اینها فرق نمیکنه. تغییر جنسیت هم که بدید راه به جایی نمیبرید، ریشتون زده است. دوستان این نقلی که کردم براتون، این قصه ای که براتون گفتم، برای همه بگید، تعریف کنید. انفجار اینجاست که این روزها که دیگه حکومت داره به سراشیبی سقوط رسیده و همه کارا تموم شده است و از ساقط شده است، مردم خبر ندارن. حالا بحث بنزین شروع میشه، بعضی دیگه شروع میشه، اعتصابات، اعتراضات شروع میشه و و خیلی مسائل. شکایتی که ملت ایران از اینها خواهد کرد در دنیا، تغییر جنسیت هم که بدن راه فرار ندارن، شک داری قصه نکن. بله، قذافی دیدید کجا رسید؟ سرنوشت قذافی دیدید، صدام رو دیدید، بشار اسد رو میبینید. کردن باید ببینند، شما هم کردید باید ببینید. و این ملت بلای سر شما بیاره در تاریخ که برای همیشه این لباس ننگ، ریا، تزویر و خرافات ریشه کن بشه از ایران. و اون راهی که رضا شاه شروع کرد، اون ایران سازی که ایشون شروع کرد، اون راهش پسرش شاهنشاه آریامهر ادامه دادند. و میبینیم در تاریخ فقط تنها پدر و پسری هستن که دوتا اصلا بی بهتر کار کردند، و شاهزاده عزیزمون که دارن تجهیز میشه برای اومدن. ما قبول داریم شاهزاده کار اجرایی کار نکرده، اما به جرأت بهتون میگم، به زرس قاطع خدمتتون عرض میکنم، کسی که علمی کاری داشته باشه، وقتی وارد گود کار عملی شد، بعد از یک سال، یک سال نیم، سرآمد تمام شما خواهد بود، چون علمش رو داره.
سوادش رو داره، ژنتیک هم قویه. وقتی که وارد این کار اجرایی شدن ایشون تو کشور، بعد از یک سال سنیم ایراد کار همتون رو خواهند گرفت. مشاوره خوبی دارند، آدم خوبی دورش هستند، نه که آدم بد دورشون نباشن، هستند، اما ایشون قدرت تشخیص بارایی داره. در نتیجه توقع ما از شاهزاده این هست که کار رو دستشون بگیرند. پیشنهاد بنده خواهش بده شرکتش رو سیستماتیک بکنند که دیگه هر کس دنبال نباشه که بعد پست بگیره به خاطر موقعیت و به خاطر دارم سمت و عنوان این حرفا، نه، شایسته سالاری کشور بشه و خیلی مسائل دیگه. خلاصه این دسیسه 57 برای علیه ایران ننگیش رو در تاریخ برای آمریکا، برای روسیه، برای انگلیس، برای شوروی، برای اروپا، برای همین ننگیش رو در تاریخ، لکه این ننگیش که هیچ وجه پاک نمیشه. باید بیان تک تک ملت اینو اصلاحی کنند. باید بعد جالب این است که اینا بهتون بگم دوستان، حالا یه خورده زود دارم حرفا رو میزنم، اما بعد از اتفاقات و بعد از چه حکومتی که به زودی اتفاق میفته، در سطح جهانی هم اتفاقاتی خواهد افتاد. همین را اشاره کنم که ایران از نظر فکری، ابتکار، خلاقیت، توانمندی سرآمد تمام کشور دنیا خواهد شد. شک داری رسه نکنید، شک داری رسه نکنید، ملتی را توانمنده. تمام دنیا دستی کرد علی شاهنشاه و ارتششون. حالا تمام دنیا به خاک سیاه نشستن، به ذلت نشستن، هیچ کدوم احساس آرامش نمی کنن در دنیا. ایشون فرمودن، بارها گفتن، من برم ایران میره، ایران بره خاورمیانه، خاورمیانه تمام دنیا رفته است. میبینیم از چشون، هیچ جای دنیا آرامش نیست، همه درگیرند. موجی که خودش ایجاد کرده، خودشون ناامنی خودش ایجاد کردن، حالا دامن خودشون هم گرفته. بله، سرنوشت احسان طبری رو میدونیم، کیانی رو میبینیم، مسئول جبری رو میبینیم، مریم قجر رو همین رو میبینیم. هر کس به این ملدت ظلم و ستم کرده الان ته چاست؟ چاه مکر بهر کسی، اول خود، دوم کسی، خودتون هست. و ملت ایران پخته شد، یاد گرفت، تجربه دار شد برای یک آینده درست برای کشور، یک آینده روشن و سلامت اون دنیا شدن، آرمان کشور دنیا رو میسازن. بدون بر برگرد. خیلی خوشحالم که صدام نگه تونستم نگه داشتم، خیلی خوشحالم که بغض نکردم، خیلی خوشحالم که تونستم به عنوان قصه براتون بگم. بعد راجع به این کلیپ داستانی تعریف کردم، تمامش حقیقی هست، که شما ریشه ها رو بدونید. وقتی ریشه ها رو دونستید، بقیش دیگه دست خودتونه. و مرحله بعد صحبت خواهم کرد. ایام بگم روزگارتون خوش.